دیگه اینقدر میگه من اصرار کردم که قبول کرد، باشی بری با هم زندگی کن. 17 سالش بود مادرم وقتی که ازدواج کرد و قاعدتا قرار بود که قبل 18 سالگی رو نبینه. آها. ولی خب هم من به دنیا اومدم هم خواهرم و بعدم تا 54 سالگی زندگی کرد. خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش کنه. ولی من همیشه این ترس، یعنی من فکر میکنم مثلا 3-4 سالگی متوجه این شدم که مادر من مثل بقیه مادرها نیست، همیشه لباش سیاهه، صدای تیک تیک قلبش رو میشنوم، نمیتونه زیاد راه بره. و یه بار بردیمش بیمارستان، دکتره گفتش که دیر آوردین، تموم شدین، مثل که پتک تو سر من میکوبید. یه بار 3-4 ماه تو بیمارستان بود و من خونه عمه فاطمه، یکی از عمه‌هام، خواهر پدرم زندگی کردم که 12 بچه داشت خودش، 5 پسر و 7 دختر و نمیدونی چقدر به من خوش گذشت توی اون خانواده شلوغ. من که همیشه تنها، که اینا چه کیفی میکنن با هم. تو خونه عمه فاطمه یه گاو بزرگی هم داشت که صبحا سرشیر و شیر تازه میگرفت به من میداد. خاطره خیلی تو ذهن من بود و اونا هم چون فکر میکردن این طفلک داره مادرش مریضه، ممکنه مادرش از دست بده، سرویس بیشتری به من. آره یکی دلسوزی بوده. آره من کیف کردم اینا بچه گیرم. آره همه چی توش هست. من فکر میکردم مثلا اگه بخوام با خدا صحبت کنم بعد برم یه جای تاریک. خب تو زمان بچگی رو میگی؟ بچگی میگی همون 3-4 ساله است. رفتم توی گنجه داشتیم، رفتم تو اون گنجه، درم بستم، خب تاریک تاریک، سکوت مطلق. بعد به خدا گفتم که خدا میخوام بهت یه قولی بدم و قولم هم اینه که میخوام قول بدم من یه پسر خوبی باشم، تا هم یه قول به من بده که تا موقعی که من پسر خوبی هم مامان نمیره. هنگی؟ و من به قولم عمل کردم. خدا حفظت کنه. یعنی میگم که من طالع به کسی اینجوری هم نکردم تو زندگی اصلا. هر موقع فضای خشونت باری پیش اومده کوتاه اومدم. مثلا من همیشه شاگرد اول بودم تو مدرسه، مبصر بودم، این بچه ها تو کلاس میخواستن حال منو بگیرن، خب وای میسادن کارنامه رو بدن بعد یه فس کتکم بزنن. خب بعد اون بعد از کارنامه تو خورداد ما، بعد من چیکار میکردم؟ من بهترین کتونیمو میپوشیدم، کارنامه رو که میگرفتم تا خونه میدویدم، 20 بچه دنبال من میدویدن که بگیرم منو بزنم، ولی به من نمیرسیدم. که بچه زرنگه داره سوسوله. من میامدم خونه، مامان میگفت چرا انقدر لپات گل انداخته، چی شده؟ گفتم ما مسابقه دو گذاشته بودیم. خدا چرا با اینا درگیر نمیشدم؟ برای که فکر میکردم اگه یکی اینا رو بزنم دیگه پسر خوبی نیستم و مامانم میمیره. این همیشه همراه تو بوده؟ همیشه همراه. خب و این که پسر خوبی باشم، شاخص پسر خوب چیه؟ درس بخونم، کتاب بخونم، گوش کنم به حرفاشون. ببین من یادمه دیگه، من 30 سالم که شده بود 20,000 جلد کتاب خونده بودم. نه بابا 20,000 جلد. مثلا یکی از مشکلات ما توی این اسباب کشی هامون حمل کتاب های منه. یه بار 2 وانت نیسان کتاب بردم جلوی تئاتر شهر و دادم به مردم و گفتم فقط شرطش اینه که وقتی میخونید شما هم بدید به یه نفر دیگه، چون دیگه واقعا جا نداشتم. 20,000 تا رقم کم نیست. بله ولی خب این خوندن این کتاب ها خیلی به من دیده بله زیادی داد، وسیع داد. اگه من مادرم سالم بود، مریض نبود، شاید این قولو نمیدادم، شاید الان محمد درویش نبود. اگه اون کرما تو اون باغچه نبودن، اگه اون بیلچه قرمز نبود، اگه من اون پدر رو نداشتم، اگه اون ماجرای پینگ پونگ اتفاق نمی‌افتاد. شما میگین زنجیروار همه اینا به هم وصله ها. اون ماجرای دره تفی که میگیم اگه همین نیست، اگه اون آدم بده نبود، اگه اون آدم بده که درخت رو قطع نمی‌کرد. بس گفتین قصه‌ش هم بگین که شنونده‌مون بشنون قصه‌ش. من پارسال سال 402 رفته بودیم به
منطقه مریوان که از این بچه های انجیوی اون منطقه قدردانی کنیم انجمن سبز چیا، و ما رو هدایت کردم به یه روستایی به نام دره تفی. و وارد اون روستا که شدم دیدم که عجب، این روستا پر از بستنی فروشیه. هر خودم عجیب بود، این همه بستنی فروشی، شمردم 14 تا بستنی فروشی توی روستا بود. فقط توی یه روستا؟ توی یه روستا. بود آقا جریان این بستنی فروشی ها چیه؟ اگه چقدر اینجا جمعیت داره؟ گفتن آقای درویش این ماجرا برمیگرده به 12 سال پیش، زمانی که بردن سال 90. سال 90 زمانی که اون خونه هرم رفتیم نشونم داد که این خونه اینجا نبود، یه زمین خالی بود، یه درخت توت کهنسال توش بود، یه جفت لک‌لک روی اون درخت لونه داشتن. پدر و مادر اون مالک زمین فوت کرده بودن، رسیده بود به پسرش و پسرش تصمیم گرفت این درخت رو قطع بکنه، اینجا یه خونه بسازه. و میگه ما همه اهالی رفته بودیم پیشش که تو رو خدا این کارو نکن، چون همین درخت حیفه همون لک‌لک‌ها بی خانمان میشن، چون اینا اعتقاد داشتن که لک‌لک برکت سرزمینه. بهش میگن حاجی لک‌لک دیگه، حاجی لک. سمت قبله میان، آه سمت کعبه میان. آره. بعد میگه که نه، من هم یه زمین بهم رسیده و من چه گناهی کردم و میخوام ساخت و ساز کنم توش. گفتن خب یه جوری بساز که توته بیفته تو حیات خونه. آره. گفتن نه، باز قبول نمیشه. گفت زمینم قناص میشه. خلاصه شبونه درختو قطع کرد. درختی که قطع کرد، خب این زوج لک‌لک بی خانمان شدن دیگه. بعد میگن اهالی روستا میگن این بیچارا میرفتن هر روز این خار و خاشاک اینا رو جمع میکردن تیکای چوبو و میامدن میریختن روی دکل برق و بعد باد میزد همش میرفت. و اینا خیلی ناراحت بودن سر این قضیه. نشستم با بچه های انجمن سبز چیا صحبت کردم، گفتم بچه بیاین با هم کمک بکنیم خودمون یه خونه براشون بسازیم. مطمئنم نبودن که اینها این خونه انسان ساخت رو قبول کنن، ولی گفتن این کاریه که ما از دستمون ساخته است. به راه بادیه رفتن، به حض نشست. آره، به این همین کار کردن، پند سعدی رو عمل کردن و خوشبختانه خونه رو که ساختن اون جفت لک‌لک قبول کردن. کجا ساختن؟ چه شکلی ساختن؟ روی یه دونه دکل برق که من فیلمش رو توی صفم گذاشتم، میتونی بری ببینی. حتما انتشار میدیم ممکن. آره آره دوستان. آره روی دکل برق که اونجا دکلای برق زیاده. خلاصه اینا قبول کردن و اومدن رو نشستن و لک‌لک‌ها تا مرداد ماه معمولا کجا؟ توی دره تفی. مرداد ماه که هوا یواش یواش دیگه میره به سمت سرما، اینا میرن به سمت جنوب و از هورالعظیم و مرز کویت و اینا خارج میشن. آها، مرز خلیج فارس رو رد میکنن. آره. و میرن اونور تا که تا اسفند ماه که دوباره برگردن. اسفند ماه دوباره برمیگردن. اسفند 1190 که برگشتن 4 جفت بودن. من پیش خودم میگم که این لک‌لک‌ها، خب ما زبانشون نمیفهمیم ولی اونا با هم حرف میزنن. رفتن به رفیقاشون گفتن بچه‌ها یه جای باحال ما باحال درست کردن، یه آدمایی هستن که اصلا اذیتمون نمیکنن. تازه چی؟ مسکن مهر واقعی هم برامون میسازن. این مسکن مهر اینه. بریم اونجا. اینا رفتن. تازه دکل شرطایی هم گرفتن. الان که من رفتم اونجا یعنی سال 1402 108 جفت بودن. 108 جفت. ببین اینها مردم دره تفی به اینا قضا نمیدن و رفتار اکولوژیکیشون رو تغییر نمیدن، ولی بهشون حرمت میذارن، امنیت دارن، برن زندگیش خوش، کوچشون رو تغییر نمیدن. خب هزاران نفر از جای مختلف ایران دارن میان که این رژه پشت کوه لک‌لک‌ها رو ببینه. تماشا کنن، باشون عکس یادگاری بگیرن. خب اینا بهشون بستنی میدن، اقامتگاه بومگردی رو افتاده، برند مواد غذاییشون رو افتاده، حسیر بافی، گلیم بافی، مهاجرت معکوس رو افتاده تو منطقه، کلی اشتغال. فقط برای یه احترام. آره. یه احترام ها به یه جانور، به یه اصلا به چشم ما شاید تو زندگی روزمره و حتی بالاتر از این. ببین این قصه چرا اتفاق افتاد؟ خیلی هستن که به یه پرنده، به یه آدم بله کمک میکنن، ولی هیچ وقت دره تفی نمیشه. این ویژگی، این قصه یه ویژگی دیگه داشت. چیه؟ او آدم بده. اگه او آدم بده نبود، اگه اونم مثل بقیه آدم نمیشد،
همون درخت میمون هم یه جفت لک بود، اون جفت هم همجور زبر روال خودش شده. میدینی؟ کسی خبردار نمیشه. این وقت من میگم قصه نمیتونه بد باشه اگه من نظر بد میاد، برای اینکه هنوز تموم نشده. مثالش همینه، مثالش همون زندگی ظاهرا سختیه که من داشتم، کابوسی که داشتم، نکنه مادر بمیره. ببین خدایی نکرده اگه به تو بگم که یکی از عزیزان در معرض مرگه، چی کار میکنی؟ تو همه کار زندگی تو ول میکنی کنارش باشی، سعی میکنی براش خاطره خوب بیافرنی، سعی میکنی دیگه اذیتش نکنی. و من این همه زندگی با اون بوده. من بیشتر از هر کس دیگری با مادرم حال کردم. چرا؟ چون فکر میکردم اون روز آخرین روزه. رزمنده ها چرا اینقدر هنوز رفقای زمان جنگشون رو دارن؟ چون همه شون فکر میکردن ممکنه اون روز روز آخر باشه. آقا تو زندگیتون هم همینطوری باشی، فکر کنید امروز روز آخره. قدر همه چیزایی که دور و برتون هست، محیط زیست زندگی کردن. یعنی شما که میگین تو اون لحظه رفاقته، تو اون لحظه زیست کردنه، درسته یه چیز ترسی پشتش هست، ولی مصداق لحظه زندگی کردنه که همون لحظه است. نداری دیگه. آره دیگه همون میشه. تو فکر کن همه اون چیز تو برای روز روز حالا بعدن من به مامانم فعلا برم، به رفیقام حال کنم، بعدن فعلا، بعدن فعلا، من بعدن دیگه نمیرسه. زندگی آبتنی کردن در حوضچه اکنون هست. پشت سر باد نمی آید، پشت سر، پشت همه فرفره ها خاک نشسته. این قصه ایه که ما باید بفهمیم. شانس آوردم، انقدر پستی بلندی تو زندگی من زیاد بود که من زودتر فهمیدم. آره. من یه شعر رو خیلی دوست دارم، مولانا میگه مگریزه جان ز بلای جانان، که تو خام مانی چو بلا نباشد. تو خام مانی چو بلا نباشد. بلا تهدید بزرگترین موهبتیه که میتونه برای یه جاندار پیش بیاره. ببین یه قصه هستش در مورد یه نوع ماهی سنتی در ژاپن، خب، که ازش یک سوپی رو درست میکردن ژاپنیا، یه جور سوشی. بعد این ماهی انقدر مورد علاقه ژاپنیا بود که نسلش منقرض شد، دیگه در سواحل ژاپن این ماهی نبود و اینا خیلی ناراحت بودن. همیشه تو آیین‌های سنتیشون این غذا، این سوپ رو درست می‌کردن. تا اینکه یکی از دریانوردها خبر داد که 1000 کیلومتر آنسوتر در اعماق اقیانوس آرام تونستن به یک ذخیره‌گاه بزرگی از این ماهی پی ببرن. اینقدر مردم ژاپن خوشحال شدن، یک کشتی اقیانوس با اقیانوس پیما ساخته شد، تجهیز شد که برن اونجا ماهی ها رو سید کنن. یه چیز رو دیدی یک ماه 45 روز طول میکشه تا بره و بیاد، و همه منتظر اولین محموله بودن که این کشتی براشون بیاره. سردخونه های بزرگ مجهز درست کردن توی این کشتی تا اون ماهی ها رو فریز کنن، خراب نشن، و ماهی ها رو آوردن. ماهی ها رو آوردن تو بازار رو تقسیم کردن و همه رفتن باهاش اون سوپ رو درست کردن و دیدن این اون سوپ نیست، این اون ماهی نیست. گفت بعد همه بررسی کردن، متخصصین شیلات دیدن دقیقا همون ماهیه، دی ان اش رو بررسی کردن همون ماهی بود، ولی اون مزه رو نمیداد. تا اینکه به این نتیجه رسیدن که شاید دلیلش اینه که 45 روز این فریز شده و دیگه اون تازگی قبلی رو نداره. چیکار کردن؟ کشتی ها رو تغییر دادن، یه استخرهای بزرگی تو کشتی درست کردن، ماهی ها رو زنده تو اون استخر انداختن، وقتی آوردن تو ساحل اونها رو در واقع تحویل مشتری دادن، عین همون روش های سنتی قبلی که سید با قلاب میکردن یا تور میداختن. گفتن خب دیگه درست شد، حل شد، ماهی خوشمزه، سوپ سوشی. ولی چه اتفاقی افتاد؟ ولی بازم مزه قبلی نبود. این دفعه دیگه خیلی همه شگفت زده شدن. چرا آخه؟ این که دیگه همین همه روال هم رعایت کردن، تا اینکه یه اکولوژیست اومد گفت من فهمیدم چرا این اون مزه رو نمیده. شما توی اون استخرها دو تا کوسه بندازید. گفتم بابا شوخی میکنی؟
خب کوسه بندازیم که میخورن اینا رو. آره 10% خورده میشه، ولی به خاطر اون خطره این مایا همه تو هم میلولن، فرار میکنن، تحرک دارن تو یک ماه. اینی همون چیزی که مولانا گفت. آره که وقتی سایه یه تهدید بالا سرت باشه تو تکون میخوری. اون بچه هایی که لوسو نونور بار میان، سرویس بی امانی بهشون پدر و مادرشون میده، همشون بعدن سربار جامعه میشن. میگن ما برای چی بریم دوده چراغ بخوریم؟ برای چی انقدر سختی بکشیم؟ وقتی اینا هستن بهمون سرویس میدن. یه چیزی هست، همه چی هست. این دوستی خاله خرس هست. پس نباید از سختی فرار کنی، باید به استقبالش بری، چون تو دل این سختی هست که رشد میکنی و پوست میاندازه. تو دل این تهدید هست. یک درختی هست توی باقی گیاه‌شناسی که من توش خدمت میکردم 34 سال، به نام لیلکی. این درخت گستره رویشگاهیش از سواحل مدیترانه هست تا زاگرس و مرکزی ایران، مناطق مرکزی ایران. این درخت یه ویژگی داره، پر از تیغه. اصلا تو نمیتونی بهش نزدیک بشی، تیغای خیلی بزرگ، قطور و تیز. ولی اون لیلکی که تو سواحل مدیترانه هست پوست نرم و صیقلی داره. وقتی رفتی بررسیش کردیم دیدیم که هر دو تاش از یه جنسه. دی ان ایشو بررسی کردن نه احسان مو نمیزنه با هم. چرا این انقدر تیغ داره و چرا انقدر مقاوم تره و تاب‌آور تره؟ دیدن که یه حیوانی از تو منطقه ایران به نام تشی، جوجه تیغی، عاشق پوست و آوندهای این درخته و مدام اینو میخورده و این درخته احساس میکرده که این اگه نتونه با این مقابله کنه از بین میره. کارش ساخته است. صدها هزار سال طول میکشه تا یاد میگیره آروم آروم این تغییر رو در خودش یه درخت. یعنی اون چیزی که ما فکر میکنیم حیوانات شعور ندارن، میگم گیاهان شعور ندارن، و شعور دارن. ما که فکر میکنیم حیوانات هم شعور ندارن، ولی همون لک لکی رفت به رفاقاش گفت مسکن مهر واقعی کجاست؟ در تفیه. بیاییم بریم. ما زبونشونه نمیتونیم. ولی حالا چرا این لیلکی اینقدر تاب‌آور شد؟ چرا نسبت به همتاهای دیگرش مقاومتر شد؟ به خاطر همین تهدیدی که وجود داشت. از این تهدید رو ازش استقبال کنیم. میشه به فرصتی که برنارد شا میگه رمز موفقیت من، رمز این که من شدم برنارد شا، این بود که هر جا تو زندگیم با یه چالشی روبرو شدم، به جایی که فرار کنم از اون چالش، به استقبالش رفتم. اینجا که گفتین این کلمه رو، شما یه جا گفتین که کامو میگه امید آفریدنیه. آره. این یعنی چی؟ آلبر کامو میگه جایی که امید به پایان میرسه بر ماست که آن را بیافرینیم. جایی که امید به پایان میرسه. تو همین فروردین امسال وقتی که شهردار تهران تصمیم گرفت که 300 تا مسجد تو 300 تا بوستان تهران بسازه و ما علیه ساخت مسجد در پارک قیطری کارزار رو انداختیم، خیلی ها به ما میگفتن که آقای درویش بابا این تانک انقلابه، کسی نمیتونه باش مقابله کنه، اینا کار خودشونو میکنن، خر مراد سوارن، خودت مسخره کردی اینا. ولی اونجایی که امید پایان گرفته، روی وندالیز حاکم شده، مردم احساس میکنن صداشون شنیده نمیشه، یه محمد درویش بلند میشه و میگه نه، هنوز امید وجود داره. شاید بخشی از وجود منم میگفتش که شاید شکست بخوری، ولی من میگفتم اشکالی نداره، مهم نفس حرکت است و نه مقصد، که چیزی نیست جز توهم مسافری در راه مانده. ما باید کار درست رو انجام بدیم، نه به خاطر اینکه حتما پیروز بشیم، بلکه اون کار درست ارزش داره. حرکت کنیم. اون چیزی که مگه سعدی همینه نمیگه؟ مگه مردم در تفیه این کارو نمی، مگه میدونستن موفق میشن؟ من قرار بود 12 سال دیگه رو ببینم، ولی کار درست رو انجام دادم در موقع درست، کار درست انجام دادم و
این کار ما باعث شد که پیام بزرگی داده بشه. بیش از 300 هزار نفر الان این کارزار رو امضا کرده. الان در ادامه داره دیگه. ادامه داره. و این شهردار تمام در دیوار شهر رو پرت کرد که زنده با درخت. چرا این کارو کرد؟ اینا همه نتیجه کار ما هست. حالا طرفداراش اومدن کارزار رو انداختن. کسی که میگفت این کارزار دروغه، خودش حالا متوسل شده به همین ابزار مدنی. این یه پیروزی برای ما. این پیروزی یعنی چی؟ روش فرهنگیه. بله. تو نیز یه قسمتی از جامعه رو بگو تو هم میتونی از این کار استفاده کنی. من خیلی لذت میبرم از حرف زدن با شما و اصلا دوست دارم این تمام بشه. ولی میدونم وقتم محدوده، یه چیزهایی وجود داره، شما هم نمیخوام زیاد خستتون کنیم. من توی اون سیر سخنرانیاتون که میدیدم شما از کاری که انجام میدین یک ذوقی دارین و این ذوقه مطمئنم از یه چیزهایی توی زندگی چاشنی از یه چیزهایی سرچشمه میگیره میاد که شما خسته نمیشین، شاید خسته بشین ولی ذوق همچنان در شما هست. من دو سه هفته پیش حالم میگه میزون نبود، یکی از دوستانی دارم که موسیقی رهبر ارکستر آقای گوهری به من برگشت گفتش که ببین امیر، یه چیزی اگه در تو ذوق ایجاد میکنه مهم نیست کسی چی میگه یا دیدی چه کسی چه دیدی به اون داره. شما از اینام که هزار جاست پام هزار تا کار میکنم، گفت ولی ذوقشو داری؟ گفتم آره، ولی میترسم بگم اصلا بعدم بگن که فلانی فلان کرد، فلانی به ما کرد، چرا یه جواب همچی ترسی دوشه. گفت هیچ چیزی اهمیت نداره چون اون ذوق تو. شما در مورد محیط زیست با این ذوق دارین حرف میزنین تو تدکسا، حالا توی حرفا، توی گفتگوهاتون. میخوام بگم اینو چی نگه میداره در طول مسیر؟ چون شما از اول یک چیزی رو به وجود اومده ولی 50 ساله داره ادامه پیدا میکنه، یه چیزی داره در درونتون اون ذوقه رو میاره. میخوام بگم این حفظ کردن این چه شکلیه در محمد درویش؟ شاید بتونه مثلا برای یه کس دیگه هم یه چراغ راه باشه. فردوسی میگه همیشه خردمند امیدوار نبیند به جز شادی از روزگار. هزار سال پیش اینو گفته. یعنی چی نبیند به جز شادی از روزگار؟ با این همه قهر چی جوریه یه خردمند امیدوار مگه چه ویژگی داره که جز شادی از روزگار نمیبینه؟ ببین من میگم که درسته که تلخیای زیادی دور و برمون هست، نامرادی ها و در واقع نادل پذیری های زیادی هست، اما فایده این که همش اینا رو به یاد بیاریم با خودمون هم کنیم چیه؟ برای ذات من چیه واقعا؟ جز اینکه غم و اندوه همو بیشتر کنه. مگه من چند سال قرار زندگی کنم؟ به اندازه یه بشکن در طول تاریخ بشریت و در طول تاریخ زمین بهتره مثل سهراب زندگی کنم. هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است، پنجره فکر، هوا عشق، زمین مال من است. چه اهمیت دارد گاه اگر میرویم قارچ‌های غربت؟ قارچ عمرش خیلی کوتاهه. همه اون مشکلات و همه اون آلام و همه اون بدبختی ها رو مثل قارچ میبینه، ریز میبینه، ریز میبینه. چرا؟ چون چه فایده ای داره که ما برسیم به اون نقطه که بگیم میوه درخت دانایی تلخ است، آن دل که میفهمد میسوزد. این فایده داره که تو از این مرحله عبور کنی، ضمن این که میدونی که میوه درخت دانایی ممکنه شیرین نباشه، اما از این مرحله عبور کنی برسی به یه فهمی که پاستور ارائه میکنه، میگه کمی علم آدم را از خدا دور میکنه و زیادی علم آدم را به خدا نزدیک میکنه. از این مرحله باید بگذری، باید دنبال کشف راهکارهایی باشی که مثلا اگر امروز یکی از معضلات اصلی بشریت زباله‌های الکترونیکیه، متوقف نشی، نگی دیگه آب آخرش رسیدی. با این حجم بزرگ زباله و پساب و شیراباش میخواییم چیکار کنیم؟ بشر رسیده حالا به کشف و معرفی یک باتری که میتونه 28 هزار سال عمر کنه. 28 هزار سال بدون شارژ. یعنی چی؟ یعنی در آینده ای نه چندان دور کابوس این زباله‌های الکترونیکی کاملا از بین میره و ما دیگه نیازی به مصرف سوخت فسیلی برای حرکت نداریم. یعنی انتشار گازهای گلخانه‌ای متوقف میشه، جهان دیگری خواهیم داشت.
یعنی پس ممکنه با درایت و با پیشرفت‌های انسانی بخش قابل توجهی از این دلنگرانی‌های امروزمون حل بشه. چرا خودمون رو خفه می‌کنیم تو این دلنگرانی‌ها؟ چرا میگیم از سیاهی که بالاتر چیزی نیست؟ چرا میگیم خانه از پای بست ویران است؟ چرا میگیم اینا حرف ما رو نمیفهمن و ما میریم به کنج عزلت و دیگه تلاش نمیکنیم؟ خبر خوب اینه که ما خیلی چیزا رو نمیدونیم. آره، این خبر خوبیه. بزرگان جهان همیشه این به این جمله رسیدن: به آنجا رسید دانش من که دانستم هیچ نمیدانم. و این ندانستن اتفاقا باعث میشه تو رویای خودتو بسازی. همین جمله‌ای که من میگم قصه نمیتونه بد باشه و اگر بده چون تموم نشده، این رویای منه، هیچ منطقی پشتش نیست. خیلی هم میتونم بگم نه آقای درویش این قصه بد بود فلان بود، ولی من با همین رویا خودم رو کشیدم بالا، شدم محمد درویش، به خیلی هم انرژی دادم، خیلی هم کارهای مثبت کردیم، مگه نکردیم؟ مهمتر از همین که حال خودم خوبه، حال فرزندم و همسرم خوبه، منو میبینن خوشحالم. اون روزی که ایران به اسرائیل حمله کرد، بله بله موشک، من توی روستای الگن بودم، رفته بودیم اونجا برای بازدید منطقه قرو، خانومم سر و سیم زنگ محمد چیکار کنیم اینا، بعد من داشتم میخندیدم، گفتم حالا بزن پنج که تو داری میخندی، گفتم گفت یعنی پس نگران نباشیم، نه نگران خودش حل میشه. بعد دیگه بعد این هم دیگه نگه به یه سکونی باید رسید آقای درویش، میدونیم این یعنی سکون میخواد که از این تلاطمه شرق قشنگه. شما یه جمله گفتین که ما برگشتیم به اپیزود اولمون، دقیقا آقای شمسی دوست عزیزمون همینو گفت، گفت اگه میخوای بفهمی کاری که انجام میدی مناسب توی دو، ببین حالت خوبه یا نه. این خیلی مهمه، خیلی مهم اینکه به این درک تو هر مقطعی برسی. من وقتی رفتم به سازمان مایسیس، همکارامو جمع کردم تو دفتر آموزش و مشارکت های مردمی، گفتم بچه فکرونی من برای چی اومدم اینجا؟ گفتم خب معلومه دیگه آقای درویش اومدی وضع مایسیس رو خوب کنی، ما رو هم بیچاره کنی. سال 96؟ 92 92 92 آخه 96 هم من خوندم اینجا. 92 من مدیر کنشم تو دولت اول حسن روحانی. بعد من گفتم که نه، گفتن الکی میگی، گفتم به خدا نه، گفتم پس بعد چی اومدی؟ گفتم من اومدم حال شما رو خوب کنم. اره چرا؟ چون اگه تو حالت خوب باشه بیشترین عمل کرد و کارایی تو در دفتر آموزش و مشارکت نشون میدی و از نفعش طبیعت ایران بیشتر بهره مند میشه. ولی اگه تو حالت خوب نباشه، با ضرب و زور محمد درویش که چی، بابای محمد درویش هم کاری نمیتونه. پس ما وظیفه ما، وظیفه رهبران ما اینه که حال این مردم رو خوب نگه دارن، اجازه بدن مردم احساس کنن که صداشون شنیده میشه، دیده میشن، شادابی و نشاط رو به جامعه برگردونن، بهشون احترام بذارن، و اون وقته که این مردم میتونن مشکلات بزرگی که تو این کشور هست حل کنن، میتونن شکوفا بشن. این شکوفایی خیلی مهمه. خیلی مرسی ازتون، ممنونم که وقت گذاشتین، منت گذاشتین بر سر ما. این یکی از بهترین اپیزودهای ما بود، من خیلی لذت بردم. یعنی یه چیزی که به ما خیلی چسبیدیم که ما یه چهره دیگه ای از محمد درویش رو نشون دادیم، این برای ما خیلی باعث افتخاره. امیدوارم همیشه سلامت باشی، همینجوری میرید بالا. حالا گفتگوهای بعدی هم میبینی که اینم چقدر گفتگوی خوب. اونم واقعیتش آقای درویش، تو این 4 ماهی که ما استارت زدیم، اول مهمونم آقای شمسی بود، من انسان خارق‌العاده‌ای دیدم. یه چیزی رو خیلی خوب درک کردم تو این چند ماهی که داشتیم ضبط می‌کردیم، اینه که انسان‌ها به اندازه اون تلاش و کاری که می‌کنن رشد درونی، حالا به بیرونیش کار ندارم، مالی و اینا، رشد درونی پیدا می‌کنن. هیچکی با نشستن چیزی رو درک نکرد. تو از فرار کردن از موقعیت‌های دشوار هیچ وقت چیزی به دست نمیاری. از رفتن تو دل دشواری‌هاست که پوست می‌اندازی و رشد می‌کنی. طرف مثلا میگم چرا ازدواج نمی‌کنی؟ بابا خیلی سخته، بچه رو چجوری بزرگ کنی، چجوری فلان. بعد تو وقتی میری تو دلشون،
یه آدم متأهل حتی اگر شکست خورده باشه تو زندگیش، آدم بسیار با تجربه تریه. بیشتر میتونی رو دیوارش یادگاری بنویسی تا کسی که مجرد مونده از ترس. یه موقع استش که تو مجردی با یه فلسفه که داری انتخابی، ولی اگه از ترس ازدواج نکنی تو هیچ وقت پوست نمیدازی. تو هم بقیه موارد این خیلی مهمه. نباید بترسی. من یه سوالم بکنم دیگه، آخرین سوال. مادر من یه جمله گفت گفتش که از محمد درویش بپرس سمنها رو دولت‌ها تشکیل دادن، یعنی زمانی که دولت‌ها بودن تشکیل، چجوری با این همه موانع و سختی و فراز و نشیب‌ها اومد توی بطن مردم و قدرت گرفت و بزرگ و بزرگتر شد با این همه گرفتن و بستن و چیزهای مختلف، چجوری این از اونجا شکل گرفت ولی اومد تو بطن مردم، مردم نهادها؟ ببین سازمان‌های مردم نهاد، NGO‌ها یا سمن‌ها، ریشش اتفاقا اصلا دولتی نیست. یک کتابی مرتضی فرهادی نوشته به نام فرهنگ واره. واره. اولین تشکل مردم نهاد ایرانه که قدمتش 3000 سال پیش. زنان لرستانی دور هم جمع می شدن و از باقی مونده شیر 52 نوع محصول درست می کردن. 3000 سال پیش. اصلا این فکر که میگی NGO یک واژه وارداتیه به خاطر اینکه تو تاریخ این سرزمین رو نمیشناسی. اینجوری نیست. NGO و نهاد اصلا ما چجوری تونستیم این همه قنات بسازیم؟ جز اینه که یک کار تیمی کردیم. طول قنات ها رو اگه به هم وصل کنیم میشه 7 برابر فاصله زمین تا کره ما. و این کار رو ایرانی ها کردن. ویلدورانت میگه تمدن در کنار رودخانه ها شکل گرفته. تنها جایی که در کنار رودخانه ها تمدن شکل نگرفته ایرانه. شما توی یزد مگه رودخونه داری؟ چجوریه؟ ایرانی های باستان رودخانه های زیر زمین رو شناسایی کرده، چیزی که ماها نمیدیدیم، که ویلدورانت نمیدیده. میدونی؟ اصلا اینطوری نیست. اتفاقا توصیه میکنم حتما با مرتضی فرهادی یه گفتگو. مرتضی فرهادی حتما یک گیاه مردم شناس درجه یک و جامعه شناس، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی و تنها ایرانیه که 3 کتابش کتاب سال کشور شده. اسامی کتاباشو یادتونه؟ آره، مثلا انسان شناسی یاریگری، موزه های در باد، صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن، فرهنگ کشتکاری. خیلی کتابای زیادی داره. حتما. چه جوابی دادین؟ من فکرم یه چیز جای دیگه بود. مرسی. خیلی ممنونم ازتون. واقعا منت گذاشتیم بر سر ما. ایشالله که همیشه پایدار باشین و سلامت، چون این فعالیتی که شما توی فضای مجازی میکنید، توی بیرون سخنرانی ها اینا، میدونم چند روز پیش مشهد بودین و این خیلی خارق‌العاده است و همیشه این پایداری شما برای من که خیلی امیدبخشه. مطمئنم به همسن و سالای من میگن، میگن تو این همه انرژی رو از کجا میاری؟ میگم که آخه من که کار نمیکنم. کار کردن آدم خسته میشه. آره. ولی تو عشق کردن که آدم خسته نمیشه. آره. خسته نمیشه، تو عشق میکنی. که شانس من اینه که کار من عشق منه. عشق من کار منه. شانس بزرگتر من اینه که خانواده من منو با این وضعیت نه تنها قبول داره که بهم افتخار میکنه. دیدی؟ من یه دفعه پوان بزرگی. یه دفعه از این مسجد محل زنگ زدن که آقازاده نمیاد. آقازاده مسجد محل شده. اسم اشتباه گرفتی. گفت مگه اسم پسرتون ارون نیست؟ مگه شما آقای درویش نیستی؟ گفتم چرا؟ گفتم برای چی میاد مسجد؟ گفت ما اینجا بچه بی بضاعت رو جمع میکنیم، اون میاد بهشون ریاضی درس میده. بعد من به اروند گفتم اروند تو میری تو مسجد به بچه ها ریاضی درس میدی؟ گفت آره پدر. اصلا چرا من نگفتی؟ یه جوابی داد که اصلا خیلی کیف کردم. احساس کردم ثروتمندترین و خوشبخت‌ترین آدم روی زمینه. گفت پدر این در برابر کارهایی که تو میکنی که هیچی نیست. خیلی
راحت میتونی تو مردم رو فریب بدی، اما خانواده تو نمیتونی فریب بدی. بله. وقتی خانواده اینطوری بهت نگاه میکنه یعنی کارت درسته، حتی انرژی میگیری. آره. میری جلو، میگه اشتباه نرفتم. درست. آره دیگه. من وقتی پلی تکنیک قبول شد، مهندسی کامپیوتر اروند میخونه، و پدرم این بچه ها رفیقان دانشگاه دارالقضاوات اولیا قبول شدن، باباشون برشون ماشین خریده. تو برای من چیکار میکنی؟ دام والله بیا هر بچه‌ها، من یه دوچرخه دارم، سه روز در هفته مانه تو سر زمان من. ولی غور نزد. اونه واریتی. اینه هر کی دیگه بود اینه میفهمه که پدرش حالا درسته که خیلی امکانات مالی نمیتونه مرش فرام کنه، ولی باعث افتخارش. خدا حفظتون کنه. ببین همین چند روز پیش مراسم فارغ التحصیلیش بود تو دانشگاه امیرکبیر. فارغ التحصیل شده. فارغ التحصیل سه روز پیش. گفت پدر یه کسی اومدن سراغ من میگفتن دم پدرت گرم، چقدر داره برای ایران زحمت میکشه. اصلا من چقدر کیف میکرد. من اصلا نمیشناختمش. ولی اومده بود بابت کارهای تو از من تشکر میکرد. من با این شعر به پایان برسونیم. این جهان کوی است و فعل ما ندا، سوی ما نداها را آید صدا. بود بر شما. خیلی مرسی ازت. قربونت برم. خیلی مرسی.